اصلا یه احساس دینی دارم به یونیسواب، به خاطر اینکه زندگی منو به شخصه تغییر داد. این ویدیو رو اصلا عشقی دارم برای یونیسواب میسازم. اینم یه لیوان گرفتم یونیسواب. سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون، کانال پرژن کریپتو. من محمدم و قراره که امروز در مورد یونی سواب با هم صحبت بکنیم. یونی سواب اولین دکسی بود که بر روی اتریوم ساخته شد و دنیای کریپتو رو دچار تحول و دگرگونی بسیار بزرگی کرد، به خاطر اینکه ما همیشه محدودیت هایی داشتیم در مورد اکسچنج های بزرگ مثل بایننس، مثل اکسچنج های دیگه ای که داشتیم، به خاطر اینکه شعار کریپتو غیر متمرکز بودن بود. ولی ما دوباره جاهایی رو داریم که مثل بانک عمل میکنن، بهشون میگیم CEX، Centralized Exchange، در صورتی که ما دنبال Decentralized Exchange بودیم. بنابراین اینجاست که یونی سواب، سوشی سواب و بقیه دکس ها مطرح میشن. اینا حداقل بر روی اتریوم و بر روی بایننس اسمارت چین هم پنکیک سواب. خب یونی سواب یک دکس هستش. همونطور هم که میدونید دکس بر اساس اسمارت کانترکت کار میکنه، یعنی مثل بایننس نیست که یک مدیری داره، کارمند داره، مدیر اجرایی داره، فلان بهمان، یک سری دیولپر دارن که اومدن اسمارت کانترکت رو ساختن، نوشتن، یک کد نویسی کردن و بر اساس کد نویسی شما یک پولی میدید به شبکه و اون چیزی رو که میخواین دریافت میکنید. برای مثال من فلان ارز رو میخوام، برای مثال کیوب رو میخوام، میام اتریوم به شبکه هم میدم و کیوب ازش میگیرم. پس این کاریه که دکس میکنه. شما توی اکسچنج هم اکثرا میخواین همچین کاری بکنید. حالا یک سری قابلیت های دیگه گذاشتن مثل بخش فایننس و اینا توی سنترالایز اکسچنج ها منظورم هست، ولی توی دکس ها کاربرد هامون یکم محدود هستش. اونم به خاطر اینه که هنوز انقدر علم برنامه‌نویسی بلاکچین پیشرفت نکرده، به خاطر همین ما محدودیت هایی رو داریم. برای مثال شما میبینید که توی صرافی شما اوردر بوک دارید، میتونید رفتار خریدارا و فروشنده ها رو دنبال بکنید. در اینجا شما روی اوردر بوک ندارید، شما سواب دارید، فقط یک پولی میدید یک پولی میگیرید و برای شما اوردر بوک دیده نمیشه. تنها چیزی که من دیدم اوردر بوک داشته باشه توی این مطرح ها سروم یا SRM مال سولانا هستش، که توی ویدیو مفصل براتون توضیح دادیم. اما یونی سواب خیلی مهم و با ارزشه. چرا؟ چون بزرگترین دکس اتریوم هستش، بنابراین لازم هست شما با اون آشنایی داشته باشید. شاید بگید که خب خیلی موقع ها ما ترجیحمون هستش که از دکس نخریم به خاطر اینکه فی اتریوم زیاده، اما خبر خوب این هستش که یونی سواب شبکه های خیلی زیادی رو ساپورت میکنه، بنابراین شما میتونید از اون استفاده بکنید. بعضی موقع ها هم به ناچار باید از یونی سواب استفاده بکنید، به خاطر اینکه یک ارزی رو میبینید جم کوینه و جاهای دیگه ندارن، بنابراین ترجیح بر این هستش که توی یونی سواب بگیرید. خیلی از جم کوین ها بوده، نمونهش همین کیوبی که مثال دادم، من خودم قیمت های خیلی پایین گرفتم، یک سالم تکون نخورد، ولی یهو با حضور متاورس برای من رشد خیلی زیادی کرد و همه اون فیایی که دادم جبران شد. حالا به هر حال قبل از اینکه بریم سراغ خود وبسایتش و بررسی پلتفرمش، اصلا یه احساس دینی دارم به یونی سواب، به خاطر اینکه زندگی منو به شخصه تغییر داد. این ویدیو رو اصلا عشقی دارم برای یونی سواب میسازم. اینم یه لیوان گرفتم یونی سواب. خب بریم سراغ ویدیو. این سایت یونی سواب هستش. ببینید بهش میگه یونی سواب پروتکل، میگه شما میتونید سواب بکنید، یعنی توکن هاتون رو تعویض کنید، اتریوم میدید، برای مثال لینک میگیرید، لینک میدید اتریوم میگیرید، ارن کنید، درآمد داشته باشید. چجوری؟ یک چیز مهمی هست به اسم لیکویدیتی. ببینید شما یک سوال تو ذهنتون پیش بیاد، من وقتی اتریوم دارم میدم به یونی سواب، یونی سواب از کجا کیوب داره میاره به من بده؟ برای مثال از کجا لینک میاد داره به هم بده؟ یک سری اشخاصی هستن که بهشون میگیم لیکویدیتی پرووایدر، یعنی تهیه کنندگان لیکویدیتی. این لیکویدیتی اینجا یه نقدینگی، شما هم میتونید جزوشون باشید. برای مثال شما دو تا دونه اتریوم دارید، معادل اون دو تا اتریومتون فلان ارز رو دارید، برای مثال لینک، یعنی که شما لینک و اتریوم به ارزش دلاری تقریبا برابر دارید. شما این پولتون رو در اختیار شبکه قرار میدید،
اگه یک نفر میخواد بیاد توی این شبکه تراکنش بزنه، مثلا آقای ایکس میخواد بیاد تراکنش بزنه، اتریوم خواهد لینک بگیره. اون از نقدینگی که شما توی اون استخر یونیسواپ گذاشتید استفاده داره میکنه و چنج میشه. هر چقدر این تبادلات انجام میشه، به شما یک درصدی میرسه، درصد اینکه پولتون رو گذاشتید توی اونجا. بعضا برای بسیاری از ارزها خیلی زیاده، بعضی از ارزها که مثل لینک و اتریوم یک سری افراد دیده بلند مدت دارن، لیکویدیتی پرووایدر شدن، خیلی نگه داشتن، ولی به هر حال اونا سودشون کمه چون خیلی نقدینگی هاشون زیاده. ولی بعضی از ارزها که کمه سود خیلی خوبی میده اگه اعتقاد دارید بهش، نه اینکه فقط برید درصد رو ببینید. ببینید این ارنش هست، پس مفهوم لیکویدیتی پرووایدر رو هم کامل گفتیم خدمتتون و میگه که بیلد بکنید، بسازید روی پروتکل ترید کریپتو به صورت غیر متمرکز. ببینید 750 میلیارد دلار ترید والیومش بوده، یعنی حجم تراکنش هایی که تا حالا انجام شده 750 میلیارد دلار بوده، اندازه مارکت کپ خود بیت کوین. 85 میلیون ترید توش انجام شده، تعداد ترید هایی که توی یونی سواپ انجام شده بیشتر از 100 تا اینتگریشن بوده. من اینجا اینتگریشن رو نشون داده. ببینید اینتگریشن ها یعنی ادغام شدن ها و یک پارچه شدن ها. برای مثال ببینید خودش تو این عکس آورده، مثلا با متامسک ادغام شده، چون با متامسک شما میتونید بهش وصل بشید، با میکر، با کوین مارکت کپ، با حالا خود یونی سواپ رو گذاشته، با پلتفرم آوه، با کیفول دارما که این هم آموزشش رو گذاشتیم، کیفول خیلی خوبیه، با اینها ادغام شده و با اینها در پارتنری و هماهنگی هستش. خب اینا نکته مهمیه. ببینیم این اکوسیستم یونی سواپ هستش. در اینجا یک عکسی رو آورد، شما میبینید که خیلی چیزهای مطرح و مهمی رو توی این تصویر داره میاره. خب میگه که شما میتونید سواپ بکنید، ارن بکنید، رای بدید که یونی سواپ پروتکل ساخته شدن. و ببینید خیلی جالبه، اینها تمام برنامه‌ای هستن که با یونی سواپ در ارتباطن، یعنی اینها جزء اکوسیستم یونی سواپ شناخته میشه. برای مثال گراف رو میبینید، اگر رو میبینید ببینید خودش هم داره اینجا میگه که این نوع اپلیکیشنه، دپه، این طوله، این یک ابزاره. برای مثال اینستا دپ یک ابزاری هستش که یک داشبوردی هستش که شما پلتفرم های لندینگتون رو میتونید کنترل کنید. یه ویدیو حتما براش میسازم چون مهم و حیاتیه برای کسایی که دارن با این شبکه ها کار میکنن. و اینجا میبینید این اگریگیتر هستش. یعنی چی این اگریگیتر؟ هم بگم بریم سراغ بقیهش. اگریگیتر یا مثل پاراسواب که ایردراپ زیاد داد، اگریگیتر یعنی برای مثال دیجی کالا رو دیدید که میاد 100 تا فروشنده مثلا برای محصول میاد کمترین قیمت رو بهتون پیشنهاد میده. مثلا من میخوام یه لپتاپ بخرم، یکی زده 40 میلیون، یکی زده 38، یکی زده 39، یکی زده 42. دیجی کالا به عنوان یک اگریگیتر چیکار میکنه؟ میاد کمترین قیمت رو بهتون نشون میده، ولی میگه این جاهای دیگه هم دارن با این قیمت بهتون میفروشن. پس اینا خودشون دکس نیستن، اینا اگریگیتر هستن، یعنی میان از جاهای دیگه جمع میکنن، به شما کمترین رو پیشنهاد میدن و براتون توی اون تراکنش میزنن. دیگه نیازی نیست قیمت رو 10 تا جا چک بکنید. و به این صورت حالا اوپن اوشن هم روی بایننس سمارت چین هم به همین صورت، اونو بعدا توضیح میدم. خب پس این هم اکوسیستمشه. حالا این هم در مورد دیولوپرز هست. ببینید ورژن تیری اومد دیگه برای یونی سواپ، این ورژن تیری و این وایت پیپرش هست و اینجا هم آدرس گیت هاب هست. اگه گیت هاب نمیدونید چیه، گیت هاب یک جایی هستش که اوپن سورس هن، اینها دیگه کد هاشون به صورت شفاف هست و نشون میده که دیولپر هاش کی آپدیت دادن، کی کار کردن، کی نکردن و غیره. و اینجا هم میتونید گرانت بگیرید ازش به خاطر اینکه مثلا یه کاری بکنید برای مردم و افرادی که میخوان اپلیکیشن بسازن، تولز بسازن، اکتیویتی بسازن. میتونید اگه همچین ایده ای دارید درخواستتون رو برای یونی سواپ ثبت بکنید و بررسی بکنن و بهتون گرانت بدن. و اینجا نگاه کنید میگه governed by community. یعنی چی؟ یعنی اینکه این پلتفرم داره توسط کامیونیتی اداره میشه. یعنی اینکه افرادی که توکن یونی دارن میتونن در مورد نحوه کارکرد یونی سواپ رأی بدن. برای مثال من 3000 تا مثلا یونی سواپ دارم، حق رأی دارم به اندازه تعداد یونی سواپی که دارم، اونجا میتونم رأی بدم. میبینید که فروم گاورننسش هستش، یعنی همین سیستم حکمرانی.
و اینجا هم میگه که ووت میتونید بکنید، رأی بدید برای پروپوزال ها. ببینید این رأی دادن و گاورننس چیه. افراد یا دیولوپر میان پروپوزال مینویسن، تو کامیونیتی مطرح میکنن و شما بر اساس تعداد یونیک که دارید میرید رأی میدید که بشه یا نشه، بشه یا نشه، این شکلیه. و این هم پورتال گاورننسش هست. خب اکوسیستمش رو دیدیم، کامیونیتیش رو ببینیم. شما اینجا میتونید توی دیسکورد برید، چون اینجا یونی سواپ لبز هستش، یعنی لبز توی دنیای کریپتو مثل واحد آرندی هستش. کجاها سرمایه بذاریم، نمیدونم کجاها پلتفرممون رو عوض بکنیم، به این شکل هست. میبینید که توییترشون وا شد در مورد یونی سواپ لبز. اینها خیلی مهمه چون سرمایه گذاریشون رو زود میفهمید. اینم برنامه گرانتش هست و اینم فاند آموزش دیفای هست که میان میگن که یک پولی بهتون میدیم در مورد آموزش دیفای، بعدا همکاری داشته باشید. بخش گاورننس هستش در مورد یونی توکن که اینجا توضیحات کامل رو داده در مورد اینکه چجوری گاورننس بشید، منم بهتون توضیح دادم. اینجا دیولپرهاش هست که یونی سواپ چیه، یک اسمارت کانترکت رو ریویو بکنیم، SDK براتون چیه، متاورس ها توضیح دادم و بلاگ و سوالات متداول و جاب. جابش هم باید جالب باشه. ببینید به این افراد نیاز دارن، دوباره فرصت شغلی و درآمدزایی. یک سوشال مدیا منیجر میخوان که یا توی نیویورک باشه یا ریموت باشه، خب یعنی یا دورکار باشه یا ساکن نیویورک باشه، و یا کامیونیتی لیدر میخوان، دیزاینر میخوان، انجینیر میخوان، برنامه نویس باشه، افرادی میخوان که دیتا آنالیست باشن که خیلی معروف شد، دیتا آنالیست ها خیلی مهم شدن، فرصت شغلی زیادی دارشون باز میشه و حقوقهای بالا، و میبینید که چه فرصت های شغلی جالبی رو گذاشتن و میتونید استفاده بکنید. خب ببینید چون ویدیوهای ما طولانی شد، من انشالله آموزش خود یونی سواپ رو در یک ویدیو دیگه خدمتتون میدم و اون ویدیو هم زود میذارم. دیگه دلم نمیخوام آموزشم خیلی طولانی باشه بخاطر اینکه حوصله سر بر میشه. مثلا الان 10-15 دقیقه معرفیش طول کشید، شاید حوصله بعضی از دوستان نکشه و من یه ویدیو دیگه خواهم ساخت. خب امیدوارم که این ویدیو براتون لذت بخش بوده باشه. ما رو حتما سابسکرایب بکنید و ممنون میشم اگه لایک و کامنت بکنید. این انگیزه ما رو خیلی بیشتر و بیشتر میکنه و حتما این ویدیو جدید ساخته خواهد شد. دمتون گرم که با ما همراه بودید. فعلاً.